وضعیت فعلی جامعه ایران یه روند قانونمندی رو طی کرده تا امروز تو چنین مرحله از قیام قرار گرفته. هرچند از خامنه ای تا دیگر سران رژیم تلاش دارن در تبلیغات اون رو تمام شده اعلام کنن. اونها به جای حل مسئله میخوان صورت مسئله رو پاک کنن. پس سوال اینه که آیا شرایط به قبل از 25 شهریور برگشت پذیره؟ برای پاسخ به این سوال همراه هستیم با آقای اصغر ابزری. آقای ابزری، ممنون از حضورتون در این برنامه. من هم سلام دارم خدمت شما و بینندگان ایران آزادی. درود بر شما. درباره علت بازگشت ناپذیری قیام میخواستم ازتون بپرسم که چرا ما میگیم قیام دموکراتیک مردم ایران بازگشت ناپذیره؟ بله اجازه بدین قبل از هر چیز اشاره کنم که بایستی برای جواب به این سوال علت اینکه مردم قیام کردن رو ببینیم که چی بود. آیا علت برطرف شده؟ اون علل برطرف شدن؟ پاسخ به این سوال به نظرم در یک کلام خیره، اما در توضیح بایستی بگم که خواسته های مردم همچنان در شعارهاشون به خوبی روشن هستش. اصلی ترین شعارهاشون چی بود مگه؟ مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای، فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی. اینها شعارهایی بودش که همچنان ما اونا رو میشنویم. آیا به این سوالات، سوال اینه که جواب داده شده؟ رژیم جواب داده؟ این نظام جواب داده؟ مثلا یک قلم فقر و فساد و گرونی در جامعه مسئلهش حل شده؟ اساساً نه. اگه دقت کرده باشین حتی در روزهای اول امسال هم اقشار مختلف واقعا برای مطالباتشون توی خیابون بودن و الان هم هستن. سوال اینه که چرا؟ برای اینکه این حکومت حتی حقوق و مطالباتشون رو نمیده. به همین دلیل شعارشون اینه که فقط کف خیابون به دست میاد حقمون. در همین رابطه به نظرم خوبه که به نکته یکی از این جامعه شناسای حکومتی به نام امان الله قرایی مقدم اشاره بکنم که خیلی خوب گویا هستش که توی گفتگویی که با ستاره صبح آنلاین در نه چندان دور در 19 فروردین همین امسال گفته اشاره‌ای بکنم. اون میگه که نسل جوان تغییر کرده و تحمیل را نمیپذیرد. تجربه نشان داده هرگاه در مسائل اجتماعی و عقیدتی اجبار و تحمیل باشه نتیجه عکس خواهد شد. جوان امروز مختار و خودگراست. از عقل، دانش و درک خودش پیروی میکنه، نه اون چیزی که خواسته دولت و اضافه کنم این نظام هستش. تو همین رابطه میخوام به این هم اشاره بکنم که ستیز آشکار حکومت با جوانان قیام آفرین که این روزا میبینیم به بهانه حجاب اجباری هستش، مضمونی جز بازگردوندن جامعه به مختصات قبل از قیام شهریور ۴۰۱ نداره. یا به عبارت دیگه میشه اینو گفتش که سودایی که خامنه ای هم و دیگه بقیه سران اون در سر میپرورانن افزون بر زن ستیزی که برای مهار قیام هستش سر باز ایستادن نداره. اونا از این واقعیت غافلن که برگی کیفی تو این جامعه و قیام‌های مردم ایران رقم خورده و جامعه دیگه به ۶ ماه قبل اساساً برنمیگرده. بله، حالا با توجه به نکاتی که درباره برگشت ناپذیری شرایط به قبل از قیام گفتین، استدلالتون درباره اینکه جامعه به قبل ۶ ماه برنمیگرده چیه دقیقاً؟ بله، توی پاسخ به این سوال شما بایستی اینو اضافه کنم که یکی دیگه اینکه قبل از هر چیز به این واقعیت سرسخت و قانونمند بایستی باور کرد که در ایران یک قیام سراسری تو جریان هستش. همین الان هم در جریان هستش. این قیام ممکنه افت و خیز و فراز و نشیب داشته باشه. البته که به نظرم این افت و خیزها و فراز و نشیبها از اتفاقاً ویژگی‌های یک پدیده پویاست و در حال پدیده‌ای که در حال دگرگونی هستش رو شامل میشه، زنده بودن اون رو میرسونه در اساس. نکته بعدی هم این که پارامترهای شکل دهنده به این قیام چه به لحاظ ذهنی و چه به لحاظ عینی هنوز هستن، پابرجا هستن، قوی هستن، کار میکنن. این پارامترها در طول زمان نه تنها کمتر نشدن بلکه بیشتر هم شدن، قویتر شدن، گسترده تر شدن، به این مفهوم که شرایط عینی در هر روزی که ما شاهدش هستیم بیشتر و آماده رقم زدن به یک انفجار شدیدتره. عامل ذهنی قیام هم که از حیث شکل دهی و هدایت قیام در آمادگی بیش از پیش خودش قرار داره، ضمن اینکه مردم ما تجارب قیام‌های بزرگ خودشون مثل قیام 96 98 رو هم پشت سر خودشون دارن، از اون استفاده میکنن. درسته که این رژیم در اونها به سرنگون نشد، خواست مردم اجرا نشده هنوز، اما در هر کدوم از این قیام‌ها یک مدار کیفی این رژیم ضعیفتر شده. همینطور در قیام 401 باید اضافه کنیم که ما دیدیم که به رغم گذشت بیش از 7 ماه همچنان با هر افت و خیزی ادامه داره. این به لحاظ داخلی و از نظر بین‌المللی که باید به نظرم اضافه کرد که باعث توجه داشته باشیم با جنایاتی که این رژیم در قیام 1401 کرد، در جامعه بین‌المللی هم موقعیت گذشته خودش از دست داده. ضمن اینکه وضعیت الان به گونه‌ای که عناصر داخلی رژیم هم مستمراً به سران رژیم هشدار میدن که با اقدامات سرکوبگرانه‌ای که این رژیم به خصوص سرکوب زنان و مسموم کردن جاری دانش آموزان که هر روز خبرشو میشنویم داره انجام میده، باید منتظر شعله ورتر شدن آتش زیر خاکستر باشه. چون آتش زیر خاکستر هست، چرا که جامعه از نقطه ترس هم از نظر ما هم از نظر اونها و انفعال و انتظار به امید دیدن یک اوضاع بهتر در آینده از این شرایط عبور کرده. به همین دلیل که چنین جامعه‌ای آبستن انفجارهای بسا عظیمتر از 1401 و گوش به زنگ لحظه ها و جرقه های خودشه. ببینین خامنه ای با سرکوب زنان به بهانه حجاب اجباری و مسموم کردن دانش آموزان مدارس دخترانه در سراسر ایران اساساً در سعیده اینه که قیام رو در همین حد خودش که هست نگه داره، ولی شرایط انفجاری جامعه اجازه رو به اون نمیده، اساساً این اجازه رو به اون نمیده. به خاطر همین هستش که حتی چند روز پیش رو شاهد بودیم که در شاهین شهر که رژیم به چند مدرسه دخترانه مجدداً حمله شیمیایی کرد، دیدیم که چگونه مردم از جوانها تا خانواده‌های دانش آموزا به اعتراض برخاستن و اصلی‌ترین شعارشون هم خامنه‌ای ضحاک، میکشیم زیر خاک بود. بله. نتیجه این که به نظرم اون چه که مسلمه حالا در دیگه بر پاشنه سابق خودش نمیچرخه برای خامنه‌ای و شرایط به قبل اساساً برنمیگرده. درست. حالا با توجه به تمامی نکات شما درباره برگشت ناپذیری جامعه به قبل از 25 شهریور 1401 که گفتین، سمت و سوی تحولات رو یعنی آینده رو شما چجوری ارزیابی میکنید؟ به نظرم در یک تحلیل نهایی دولت رئیسی که خودش زائیده بحرانهای نظام حاکم هستش نخواهد تونست بر مشکلات مزمن این نظام غلبه کنه. این مشکلات یک شبه به وجود نیومدن، حاصل این نظام هستش. یعنی شرایط جوشان اجتماعی به رئیسی اساساً این اجازه رو نخواهد داد. چرا و چطور؟ به نظرم برای جواب به این سوال، هرچند که این سوال کوتاهه اما مهم هستش که بهش جواب بدیم، باید اضافه کنم که نه اینکه رئیسی نمیخواد و حتی تلاش نمیکنه که مسلط بشه، خیر، تقریباً تمام تلاششون رو شبانه روز به صورت مستمر به طور خاص رئیسی داره میکنه که اهرم کنترل اجتماعی رو در دست بگیره و از محتوای بیشتر سخنرانی هاش هم میشه این موضوع رو استنباط کرد، روشنه. اما بسیار با اهمیت تر از خواست اون و خواست ولی فقیهش، یعنی علی خامنه ای، وجود اون خونهای به ناحق ریخته شده توسط این نظام هستش. چه جانهای پاکی که از فرزندان رشید این مملکت به دلیل کشتارهای همین خامنه ای و دستورایی که رئیسی داده فدا شدند. و درسته که اونها تماما برای آزادی شهید شدن، قیمت آزادی در این مرحله است، اما بالاخره برای تک تک این شهیدان دادخواهانی وجود دارند. مردم ایران که اونها فراموش نمی کنند. اونها تماما مترصد فرصت‌های دیگه و امکانات دیگه هستند تا بر سر این رژیم بریزن و سرنگونش کنن. بنابراین نه این رژیم که در چنبره بحران‌ها غرق توان خلاصی از اون رو داره و نه مردم ایرانی امکان رو برای تداوم بقا به اون میدن و آینده رو این نبرد گسترده و عمیق تا پیروزی ترسیم میکنه. خامنه ای هم جا به جا همین ترس و دلهره رو از خودش اتفاقا ساطع میکنه. اون اخیرا در دیداری که در دو روز قبل در 27 فروردین با یه تعدادی از سرکردگان نظامی و فرماندهان نظامش داشت، به اونا نسبت به تهدیدات جدی برای نظامش هشدار مجدد داد و گفت که تهدید همیشه هست. بنابراین اون ادامه میده که بنابراین همیشه باید آمادگی وجود داشته باشه. خب دشمن این نظام هم که سالهاست که مشخصه به نظرم برای این رژیم مردم ایران و مقاومتشون یک دشمن تمام عیار بوده و هست، در حالی که بقیه پیوسته تلاش در مماشات با اون رو داشتن. اما این نبرد بین مردم ایران، یعنی دشمن اصلی این رژیم با این رژیم و این نظام، تا انتها و با هر کیفیتی ادامه داشته و تا برچیدن تمامیت این حکومت به نظرم ادامه خواهد داشت و پیروزی نهایتاً از آن مردمه. بله، سپاسگزاریم که محبت کردین و تو این برنامه با ما همراه بودین. من هم تشکر میکنم از این فرصتی که به من داده شد. درود بر شما، خدا نگهدار.